بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو مسئله است، به اون اشاره میکنم و بعد یه موضوع انشاءالله مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. مطلب اول این که پیرامون بحث جمعه قبل یکی از برادران لطف کرده و این تذکر داده که ضمن صحبت سخن از کافر بودن صدام به میان آمد و هیچ صحبتی در مورد رفیق و همکار قدیمیش حافظ الاسد به میان نیامد. بعضی از دوستان این شبه بارشون پیش آمده بود که این به این معنی است که ما حافظ الاسد را جدا می‌دانیم از صدام حسین. در سخنرانی‌های پیشین این مطلب پیوسته تذکر داده شده که به نظر ما صدام و اسد دو توله هستند و از یک سگ شیر خوردند. هر دو شاگرد میشل افلق و اینتون سعاده هستند. حال اگر بر سر کرسی و کلمه ها با هم اختلاف کرده اند، این ارتباط به دین و مذهب دیگه پیدا نمی‌کنه. و در مورد این که چرا رسانه‌های گروهی کشور ما حافظ الاسد را کافر اعلام نمی‌کنه، بحثی سیاسی روحانیت مبارز ایران تا اونجا که ما اطلاع داریم می‌پذیرند که حافظ الاسد همکار صدام حسین عراقی است، ولی شاید توجیه سیاسی و منطقی و معقول این باشد که حافظ الاسد با رژیم کافرش با ما دشمنی نمی کند، کمکم به ما می کنه بر ضد خصم سیاسیش، بر ضد دشمن سیاسیش. حالا چی لزومی داره کسی که با ما دشمنی نمی کنه به سرزمین ما هم تجاوز نکرده، چرا ما بی خود به او ناسزا بگوییم و او را کافر اعلام کنیم؟ البته این یه بحث سیاسی و جالب هم است. پس بنابراین این که ما از رفیق و همکار قدیمی صدام حسین نامی نبردیم، هیچ وقت حمل بر دفاع از حافظ الاسد نشود. و این موضوع فکر نمی کنم زیاد مهم بود. اما مطلبی که برای جامعه کوچک ما تا حدودی مهم است، 4 روز پیش قاضی و رهبر بهایی های بندرعباس به درک اسفل یعنی به جهنم واصل شده. شنیده شده که بعضی مسلمان های شکلی، بعضی مسلمان ها لاغل فریب خوردن و در تشییع جنازه یعنی به جهنم سپردن اون نامرحوم شرکت کردن. من باور نمی کنم، من فکر نمی کنم مسلمانی وجدانش به خود اجازه بده که دنبال جنازه کسی برود که تمام ننگ و آلودگی و رسواقی این جامعه ما در بندرعباس نتیجه کسافتکاری و نتیجه شیطنت و حیله های اوست، او بوده است. حالا اگر فرضاً مسلمان این کار را کرده، در صورتی که مثلا چه این کاری کرده به نظر می رسد شرعاً باید استغفار کند، شاید خدا گناهش ببخشد، البته شاید. این یک امانتی است که من به عهده دارم و خدمتتون می گویم. شاید کسی فکر کند گفتن این لزومی نداشت. عرض میکنم بله قربان، لزومی داره، چون این بیچاره های فریب خورده که هنوزم کاسلیس بهایی ها هستند، اینها بعد فردا طلبکار میشن، میگه آقا ما چی کنیم، کسی به ما نگفت. به قول بعضی هاشون ملا و به قول بعضی هاشون شیخ رومنبر کفر صدام حسین را اعلام نمیکنه، ولی به ما نمیگوید باید اینجا بروید اینجا نروید. تصحیح میکنم عبارتم، میگویند پیشوای ما روی منبر کفر صدام حسین اعلام میکند، ولی به ما نمیگه اینجا بروید اینجا نروید. پس برای اینکه من مسئول نباشم خدمتتون گفتم اللهم اشهد. اگر کسی نسبت به این که دیروز 3 روز پیش به جهنم رفته بگوید مرحوم با این کلمه از اسلام محمد مصطفی خارج شده، فهمیدی چه گفتم؟ که توجه فرمودین؟ حال اهل سنت شعار ندارن که هنگام اسم هر کافر لعنت الله علیه بگویند. بنابراین اگر کسی گفت نیکاین لعنت الله علیه،
خب کار خوبی کرده. اگر نگفت لعنت الله علیه خب گناه نداره، ولی اگر گفت مرحوم با این گفتن از اسلام محمد مصطفی خارج شده. فهمیدین چه گفتم؟ از اسلام خارج شده. بعد نگوید کسی به ما نگفته، ما چی بود؟ ما کسی نمیفهمیم. عجیب اینه که آقایون شتومرغن. اگر گفتن بار ببر میگه ما میپریم، ما پرنده هستیم، به پرمون نگاه کن. اگر گفتیم بپر میگن گردنمونه ببین، ما شتوریم، بالا با ملت چی کنیم؟ اگر گفتیم عصبانی میشن که رسوایی در میارین. اگر نگفتیم میگن تو کی به ما گفتی؟ ما که نفهمیدیم، میخواستی بگویی تا ما نکنیم. عجیبه واقعا. توجه فرمودین؟ این مطلبی بود که مربوط به دین شما در صمیم و ریشه مذهبتون است، مذهب شافعی، مذهب اهل سنت میگویم. متوجهین؟ حالا در اساس این مطلب یه مطلبی است. دوستی خوشمزدگی کرد به من، گفت که این که مردم تحت تأثیر قرار نمیگیرند، بیانات و گفتار منبر را مورد توجه قرار نمیدهند، فکر نمی کنید نتیجه عدم اخلاص و ناپاکی خود گوینده باشد؟ گفتم متشکرم، من بارها روی منبر اعلام کردم اینه، من تشکر کردم از اون دوست که اینه گفت، یعنی به خودم گفت، غیبت نکرد، روبروی من میگفت. گفتم اتفاقا من خودم پیش از شما اینه دارا کردم. من بارها روی منبر اعلام کردم که یکی از دلایل ضعف و بدبختی اهل سنت بندر عباس این است که گویندشون منم، مهمترین دلیل بدبختیشون اینه. بنابراین من این ادعا را ندارم، ولی یه مطلبم هست، نه در مقام دفاع از شخص، چون اینجا شخص مطرح نیست، به اصطلاح روز که اصطلاح خوبی هم هست، مکتب مطرح هست. بر اساس دفاع از مکتب این را باید یاد اون باشد که اون چه این دوست عزیز ما گفتن نمیتواند در میزان عقل و تجربه درست باشه. چه اگر این میزان باشد که هر کس حرفش 100% قبول نشود آدم بدیه، و هر کس حرفش قبول شد آدم خوبیه، نتیجه اینطور میشه. نوح علیه السلام، یعنی حضرت نوح و برادرانش، ابراهیم ها علیه السلام مردمان خوبی نبودن، زیرا ملت و زمان گفتارشون قبول نکردن، اونها رو بیرون کردن، و نتیجه این میشه که ناپلئون ها، استالین ها مردمان خوبی بودن، به دلیل این گفتارشون قبول شده. و خود گوینده این را قبول نمیکنه که ما بپذیریم خونخواران و آدمکشان و غارتگران عالم خوب بودن و انسانسازها، معلمهای بشریت، آورندگان بهترین قانون عملی، اینها مردمان خوبی نبودن به دلیل این